سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اواسط فروردین ماه سال 96 بود که معاون یکی از بانک‌های کرج به پلیس آگاهی استان البرز رفت و از ماجرای مشکوکی که برای رئیس بانک رخ داده بود پرده برداشت. اون به ماموران گفت روز گذشته در محل کارم بودم که رئیس بانک با من تماس گرفت و با صدایی لرزون گفت برام مشکلی پیش اومده و چند روزی نمیتونم سر کار بیام. هرچی بهش اصرار کردم تا از مشکلش برام بگه حرفی نزد. فقط گفت مبلغ 150 میلیون تومان برای انجام کارهای بانکی به حسابی که برای بانک واریز کنم. اون عجله داشت و به همین خاطر خیلی سریع تلفن رو قطع کرد. طبق دستوری که رئیس بانک داده بود مبلغ رو به حساب مورد نظر واریز کردم. از روز گذشته مدام به فکر رئیس بانک بودم و حتی چند بار با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما خاموش بود. امروز که به محل کارم رفتم، چون به ماجرا مشکوک شده بودم، نگاهی به لیست حسابی انداختم که روز گذشته پول رو به اون واریز کرده بودم. 150 میلیون تومان در 3 مرحله از حساب برداشت شده بود، طوری که در مرحله اول و دوم فقط 7 میلیون تومان برداشت شده بود. از اونجا که در حساب‌های داخلی بانک به ندرت اتفاق میفته که پول به این صورت جابجا بشه، به ماجرا مشکوک شدم و حالا فکر میکنم رئیس بانک درگیر ماجرایی مثل آدم ربایی شده. با اظهارات معاون بانک، کاراگاهان پلیس آگاهی استان البرز تحقیقاتشون رو آغاز کردن تا پرده از راز این ماجرا بردارن. این در حالی بود که هیچ کس از سرنوشت رئیس بانک خبری نداشت و حتی وقتی کاراگاهان به سراغ خانواده اون رفتن، اونا هم مدعی شدن که وی با اونا گفته برای انجام کار اداری چند روزی به ماموریت میره. همه ی شواهد حاکی از این بود که به احتمال زیاد رئیس بانک درگیر ماجرای پردردسری شده. کاراگاهان با حضور در بانک شروع به بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته کردند تا شاید از این طریق بتونن به سرنخی دست پیدا کنن. در جریان بازبینی این تصاویر بود که با مردی مواجه شدن که طی چند روز چند بار به رئیس بانک مراجعه کرده بود. رفتارای مشکوک این فرد باعث ظن پلیس به اون شد. وقتی کاراگاهان از کارمندان بانک درباره این مرد پرسیدن، اونها اظهار داشتن که اون از مشتریان بانک و به خاطر رفتار صمیمانه‌ای که داره همه با اون ارتباط خوبی دارن. شک کاراگاهان به این مرد زمانی بیشتر شد که کارمندان گفتند در این چند روزی که رئیس بانک حضور نداشته، اونم به بانک مراجعه نکرده. همین سرنخ کافی بود تا پلیس برای کشف حقیقت به سراغ این مرد بره. اما کسی نشونی از اون نداشت. برای شناسایی اون ماموران به سراغ بانک اطلاعاتی مجرمان رفتن، چرا که حدس می‌زدن وی تبهکاری سابقه داره و رئیس بانک رو در دام مخوفی گرفتار کرده. حدس اونا درست بود. در ادامه مشخص شد که این فرد مجید نام داره و به جرم سرقت و اخاذی به زندان افتاده. نکته جالب‌تر این که بررسی سوابق اون نشون میداد مجید چند سال پیش در شهر اهواز مدیر بانکی رو با نقشه عجیب به خونش کشونده و ازش اخاذی کرده بود. با مشخص شدن هویت مجید عملیات دستگیری وی آغاز شد. تنها یک راه برای دستگیری اون وجود داشت، ردگیری اطلاعاتی که اون برای افتتاح حساب در اختیار بانک قرار داده بود. اما وقتی کاراگاهان به آدرس مورد نظر مراجعه کردند، متوجه شدن آدرس اشتباهه. تحقیقات به بن‌بست رسیده بود و کاراگاهان به دنبال سرنخ تازه‌ای از ماجرا بودند که بتونن ردی از مجید به دست بیارن. تا اینکه یک روز بعد از آغاز تحقیقات، رئیس بانک در حالی که بسیار مضطرب و پریشون بود، به اداره پلیس رفت و از ماجرای روبوده شدنش توسط مجید گفت. قبل از ادامه بررسی این پرونده مشکوک، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا برگردیم به بررسی ادامه پرونده. مدیر بانک توضیح داد، چند روز پیش یکی از مشتریان بانک به من مراجعه کرد و گفت قصد داره خونش رو تعمیر کنه و برای این کار احتیاج به وام داره. چون اون از مشتریای خوش حساب بانکمون بود و خیلی گرم و صمیمی برخورد می‌کرد، تقریبا همه کارکنان بانک اونو دوست خودشون می‌دونستن.
به همین خاطر وقتی درخواست وام کرد بهش گفتم کارای اولیه و مدارک مورد نیاز رو بیاره تا وامو بهش بدم. در جریان انجام کارهای دریافت وام بود که دوباره به بانک مراجعه کرد و گفت بهتره برای بازدید خونه و تعیین میزان وام به خونش برم. حتی 1% هم فکرشو نمی کردم که ماجرای بازدید خونه این مرد یه نقشه برای اخاذی از من باشه. اون روز قبل از اینکه به محل کارم برم با مجید قرار گذاشتم تا خونهشو بازدید کنم. خونه ای که قرار بود براش وام نوسازی بگیره در منطقه حصارک کرج بود. وقتی به اونجا رسیدم و وارد خونه شدیم، ناگهان مجید منو غافلگیر کرد و از پشت سر ضربه‌ای به سرم زد. ضربه به حدی شدید بود که بیهوش شدم و روی زمین افتادم. بعد از چند دقیقه که چشمامو باز کردم، متوجه شدم به غیر از مجید، یه زن و مرد دیگه‌م در خونه حضور دارن. اونا نقشه پلیدی برام کشیده بودن. اونا به زور لباسامو درآوردن و شروع کردن به فیلم برداری و عکس برداری از من در اون وضعیت. هرچی به اونا التماس کردم دست از سرم بردارن و این کارو انجام ندن، حرفمو گوش ندادن. اونا عکس و فیلما رو طوری گرفتن که انگار من قصد تجاوز به زنی رو داشتم که در خونه بود. نقششون خیلی دقیق بود و مولای درزش نمی رفت. مجید بعد از گرفتن کلی فیلم و عکس گفت آقای رئیس، یا امروز 150 میلیون تومان به هم وام میدی یا با انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی میگم تو به بهونه گرفتن وام قصد تجاوز به همسرمو داشتی. با شنیدن این حرف برای حفظ آبرومم که شده بود، تصمیم گرفتم خواستشون رو عملی کنم. به همین خاطر با معاون بانک تماس گرفتم و با اون گفتم پولو به حساب واریز کنه. اونا وقتی پولو دریافت کردن، یه روز منو در همون خونه نگه داشتن و بعد آزادم کردن. اما تهدید کردن اگه به پلیس حرفی بزنم، عکس‌ها و فیلم‌ها رو پخش می‌کنن. با اظهارات مدیر بانک، کارآگاهان که مطمئن شده بودن مجید همون متهم اصلی پرونده است، تحقیقات جدیدی رو برای دستگیری اون آغاز کردن. پلیس تنها آدرسی که از متهم در اختیار داشت همون خونه حصارک بود که رئیس بانک رو در اونجا حبس کرده بودن. هرچند در ابتدا اثری از متهم و همدستاش در اونجا به دست نیومد، اما این احتمال وجود داشت که اونها به خونه برگردن. به همین دلیل کارآگاهان به صورت نامحسوس خونه مورد نظر رو تحت نظر گرفتن، تا اینکه یک هفته بعد، زمانی که مجید به همراه زن جوونی قصد ورود به خونه رو داشت، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر محاصره و دستگیر شدن. مجید و زن جوونی که همراهش بود به اداره آگاهی منتقل و تحت بازجویی قرار گرفتن. زن جوون در اظهاراتش به ماموران گفت من با این فرد که خودش رو مسعود معرفی کرده در تلگرام آشنا شدم. اون طوری وانمود کرد که آدم پولداریه و قصد ازدواج با منو داره. منم فریبشو خوردم و با وی همراه شدم و اصلاً از ماجرای اخاذی خبر ندارم. وقتی کارآگاهان اظهارات زن جوون رو بررسی کردن، پی به صحت گفته‌های اون بردن و در نهایت مشخص شد اون در جریان ماجرای اخاذی‌های متهم نقشی نداشته و زنی که با مجید هم دست بوده فرد دیگه‌ای بوده. در ادامه وقتی مجید تحت بازجویی قرار گرفت به کارآگاهان گفت من قبلا ورزشکار بودم و فوتبال بازی می کردم و از این راه درآمد خوبی داشتم، اما متاسفانه چند سال پیش یکی از پاهام دچار مشکل شد و دیگه نتونستم بازی کنم. از اون به بعد وضع مالیم خراب شد تا جایی که مجبور شدم برای تأمین خرج همسر و فرزندام مسافرکشی کنم، اما پولی که از این راه به دست می آوردم کفاف زندگیمو نمی داد. به همین خاطر به دنبال راهی بودم تا پول خوبی به جیب بزنم، تا اینکه یه روز فکری به ذهنم رسید. سال 92 بود که تصمیم گرفتم با نقشه‌ای حساب شده از مدیران بانک‌ها اخاذی کنم، اما برای این کار احتیاج به همدست داشتم. در اون زمان ماجرا رو برای مادرم تعریف کردم و اونم چون از وضعیت من خبر داشت قول داد کمکم کنه. از مدتی قبل یکی از بانک‌های اهواز رو انتخاب کردم. چند بار با مادرم به اون بانک رفتیم و بعد از اینکه اعتماد رئیس بانک رو جلب کردیم، به بهونه گرفتن وام برای تعمیر خونمون اونو به اونجا کشوندیم. نقشه همونطور که طراحی کرده بودم اجرا شد و بعد از اینکه از رئیس بانک فیلم و عکس گرفتیم، موفق شدیم از این راه 100 میلیون تومان به جیب بزنیم.
فکر میکردم رئیس بانک به خاطر حفظ آبروشم که شده شکایت نمیکنه. اما چند روز بعد پلیس من و مادرم رو دستگیر کرد و نه تنها پولو پس دادیم بلکه چند سالی هم به زندان افتادیم. از ابتدای سال 94 دوباره کارو شروع کردم. تو موردای بعدی از همسرم و یه زن دیگه که تو خیابون با اون آشنا شده بودم در اجرای نقشه هام کمک گرفتم. اولین مورد اخاذی از رئیس یکی از بانکای شهر مسجد سلیمان بود. همون موقع با اجاره خونه‌ای در این شهر مدیر بانکی رو به خونه کشوندیم و از اون 20 میلیون تومان اخاذی کردیم. بعد از مسجد سلیمان به شهر کرد رفتم و با همون نقشه از مدیر یکی از بانکا 300 هزار تومان گرفتیم. وقتی دیدم این بار نقشه هام بدون اینکه پلیس در جریان اونها قرار بگیره عملی میشه، از خوزستان به شهر اصفهان رفتم. در این شهرم مدیر یکی از بانکا رو به خونه‌ای که اونو برای مدت کوتاهی اجاره کرده بودم کشوندم و با همون شیوه قدیمی تهدیدش کردیم تا 90 میلیون تومان بده. بعد از اصفهان با خانوادم به منطقه حصارک کرج اومدیم و خونه ای اونجا اجاره کردیم. پول بادآورده به دهنم مزه کرده بود و این بار بعد از اینکه یه بانک در کرج رو انتخاب کردم، با کمک زن و مرد جوونی که در همسایگیم زندگی می کردن، مدیر بانک رو به خونه کشوندم و با همون ترفند قدیمی این دفعه 150 میلیون تومان اخاذی کردم. خیالم راحت بود که اونم مثل سوژه های قبلی از ترس آبروش حرفی به پلیس نمیزنه. اما اشتباه کردم و زمانی که قصد داشتم با سوء استفاده از زنی که همراه هم بود و با اون در تلگرام آشنا شده بودم به سراغ یکی از مدیران بانک در شهرستان شهریار بریم، توسط پلیس دستگیر شدم. با اعترافات مجید کاراگاهان در عملیاتی دیگه زن و مرد جوونی رو که در آخرین پرونده متهم اون رو همراهی کرده بودن در اطراف شهر کرج شناسایی و دستگیر کردن. ماموران با شناسایی بقیه افرادی که در سرقت‌های قبلی متهم هم دستش بودن اونها رو هم دستگیر کردن. بعد از اون پرونده متهم تکمیل و برای بررسی بیشتر به دادسرای کرج ارسال شد. در انتها مجید به جرم کلاهبرداری و اخاذی به 17 سال زندان محکوم شد. حالا یه سوال. به نظر شما اگه مجید این بار آزاد بشه دیگه به این کارا روی نمیاره؟ برای بررسی راز قتل مأمور اطلاعاتی پلیس ایرج ایلانی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.